حالی که میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان همیشه در صدر اولویت ها و نگرانی ها در عرصه صحت قرار داشته و توجه جهان نیز روی کاهش این میزان متمرکز است، خانم ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه در نشستی برای بزرگداشت از روز مادر مسئول بیان داشت که این ارقام کاهش یافته است. در این زمان وزارت صحت عامه از ارتقای فعالیت بانک مرکزی خون نیز خبر داده است. تفسیر بیشتر این دستاورد های وزارت صحت عامه را از خانم ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان می‌شنویم که ایشان را از استودیوی صدای آمریکا در کابل با خود داریم. خانم دلیل، سلام بر شما، سپاس و تشکر فراوان از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا از کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان که همیشه در صدر اولویت‌های کاری وزارتخانه قرار داره آغاز می‌کنیم. کمی در مورد دستاورد تازه معلومات بدین که چگونه برنامه‌های وزارت منجر به کاهش ارقام تلفات شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تمنیات نیک برای بیننده های عزیز و برای شما، در قدم نخست روز مادر برای مادران عزیز، خواهران عزیز و خانواده ها در افغانستان تبریک میگم. ما خوشبختانه در افغانستان کاهش در میزان مرگ و میر مادران شاهد بودیم. این ارقامی است که توسط سازمان صحی جهان تایید شده و در حالی که افغانستان در چند سال قبل در هر 100,000 ولادت زنده 1,600 مادر جان خود از دست میداد، امروز در افغانستان در هر 100,000 ولادت زنده 327 مادر جان خود از دست میده. یا به عبارت دیگر، قبلا در هر 27 دقیقه یا نیم ساعت یک مادر در یکی از جاهای افغانستان از سبب حمل و ولادت از بین میرفت. امروز در هر 2 ساعت یک مادر در یک جای افغانستان از سبب حمل و ولادت جان خود از دست میده. کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان بنابر چند دلیل بوده. یک دلیل عمده از این تعلیمات قابلگی بوده. ما تعلیمات قابلگی را در افغانستان در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در جاهای دوردست و روستاهای افغانستان بردیم و این تعلیمات قابلگی را مسلکی و فنی و تکنیکی ساختیم. از جانب دیگر، خدمات ولادی و نسایی تا اکثریت جاهای افغانستان رسیده. این خدمات توسط دکترها و توسط قابله ها برای مادرها ارائه میشن. خب نگرانی تعداد از بینندگان که در بله صفحه فیسبوک روی از این موضوع ابراز نظر کردن این بود که قابله های مسلکی کم هستند، نبودن امکانات در مناطق منزوی هم یکی از دشواری هاست. نظر شما در مورد این دو موضوع چیست؟ آیا قابله های مسلکی بعد کافی در سرتاسر افغانستان به خصوص مناطق منزوی برای ارائه خدمات وجود دارد یا خیر؟ خب انوس هم ما جاهایی داریم در افغانستان که در اونجا قابله نداریم، یا اگر قابله داریم تعدادش کم است. یک تعداد زیاد مناطق در افغانستان، جاهایی که خانواده ها زندگی میکنن، جاهای دوردست، روستایی، صعب العبور و از نظر جغرافیایی مشکل هست در اونجا دسترسی پیدا کردن. ولی در اکثریت ولسوالی های افغانستان امروز حداقل ما یک قابله داریم که تعلیم دیده، او مسلکی هست و او برای مادران و نوزادان کمک در اسرع وقت رسانده میتونه. اما قطعا ما از نظر کمیت و تعداد قابله ها در افغانستان ما هنوز بسنده نیست تعداد قابله ها در سیستم. هنوز هم تعلیمات قابلگی جامعه در ولایت افغانستان ادامه داره. هنوز هم ما به ده ها شاگرد قابله را جذب و تعلیم میدیم. بله. خب در عرصه عدم موجودیت امنیت با در نظر داشته حملات طالبان که به دفترهای امدادرسان صورت گرفته، تا چه حد فعالیت های شما مثل کمپاین های پولیو و غیره مختل شده و به نظر شما این هدف قرار دادن ارگان های بسیار عمده بین المللی امدادرسان در افغانستان تا چه حد میتونه فعالیت وزارتخانه شما را محدود بسازه؟ قطعا حملات بالای نهادهای کمک رسان سبب نگرانی و تشویش در نزد ما شده، به خاطر از اینکه اینها در رساندن خدمات در جاهای دوردست، مخصوصا برای اسیران جنگی یا برای جاهای بسیار دوردست افغانستان، یکی از پارتنرای ما هستند یا نهادهایی هستند که با ما از نزدیک کمک میکنند. ما میخواهیم به مردم افغانستان و بر تمام نیروهایی که در جنگ درگیر هستند بگویم که خدمات صحی در افغانستان غیر سیاسی، غیر جانبدار، بی‌طرفانه
و انسانی است. ای به این معناست که ما هدف ما منافع مریض است. بله. صرف نظر از اینکه مریض در کجای افغانستان زندگی میکنه و یا در کدام به کدام گروه متعلق است و یا تفکر سیاسیش چگونه است. این بسیار مهم است که مردم افغانستان و خانواده ها خودشان حامی خدمات صحی باشند. برای اینکه متضرر شدن خدمات صحی، تهدید به پرسنل صحی، از بین رفتن مراکز صحی، اختطاف پرسنل صحی، اینا تمامش در قدم اول مستفید شوندگان خدمات بله. صحی را در امون مناطق مشخص تحت بله. تاثیر میاره و تاثیرات جدی را برای مخصوصا بله. بالای مریضا می داشته باشه. ممنون و تشکر خانم دلیل از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. معلوماتی که به ما ارائه دادین موفق و معید باشه. این تشکر از شما.